برنامه خبری رادیو زودی است تقدیم شما و من شاله گلخوجا تا 15 دقیقه دیگر در خدمتتون. امروز 11 ایون است و این موضوع ها را داریم. دادگاه مسکو با 36 زاده توجیکستان امر کرد. سفارت توجیکستان با حقوقی تأخیر بازداشت شده ها را خواست. ایوان گالونوف اتهامات را نسبت خود بفته میداند. خبرنگار روس میگوید مقامات او را به خاطر گزارشهایش جزا میدهند. وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش میدادم، آن وقت هم تهدیدها میشدند، اما من اهمیت نمیدادم. پدر لولا غلام و دیپلمات توجیک تبار میگوید هیچ پیش بینی نمیکرد دخترش در آمریکا با فاجعه اویلوی روبرو میشود. افسوسناکیم در خرید میکرد مبلغ روی کرد و یکد و یک درامه رو بسانه میگذاشتن مبلغ در کور شد فریش شد. دیروز دادگاه نویای چریو مشکی مسکو حکم کرد که 6 زاده توجیکستان تا 8 آوگوست به حبس گرفته شود. این گروه با گمان دست داشتن در کشتار گوشتینگیری روس سرگئی چویف در هفته گذشته دستگیر شدند. در نوار بازپرسی گمان بران میگویند که در حالت مستی قرار داشتند، ولی معلوم نیست که این حرفا در چه شرایطی ثبت گردیده است. نظر وکیلان بازداشت شده ها دسترس نیست. از این پیشتر نشر عکسهای تحقیرآمیز این 6 نفر در رسانه های روسی خشم کاربران شبکه اجتماعی را در توجیکستان برانگیخت. سفارت توجیکستان در روسیه میگوید جریان تفتیش پرونده را تحت نظارت گرفته است. انتظار می رود دادگاه نویه اسماعیل سومانی با محکمه پرونده کبیر کبیروف پردازد. بسری 19 ساله عوض کبیروف مالک بزرگ سلطان کبیر در ماه مارت امسال با سببی بلند نمودن سرعت حرکت از عهده اداره ماشینش نبرآمد و باعث مرگ همراهانش شد. این فاجعه در جامعه تاجیکستان بار دیگر به اثر و اطرافی سر زدن صدمهای مرگبار با شرکت فرزندان مقامداران تاجیک گرم کرد. تفصیلات را از مولارجب یوسفی می شنویم. تفتیش قضیه کبیر کبیروف پسر عوضخان کبیروف مالک بازار سلطان کبیر به انجام رسیده است. کبیروف 19 ساله در سر زدن صدمه متهم دانسته می شود که باعث مرگ دو نفر شد. یک منبع معتمد در اداره پلیس دوشنبه روز 11 ایون در صحبت به رادیو آزادی گفت مفتشان این نهاد تفتیش پرونده کبیر کبیروف را به انجام رسانده و آن را به دادگاه ارسال کردند، اما منبع گفت فعلا سنه شروع مرافعه دقیق نیست. حادثه صدمه کبیر کبیروف شب 23 مارت در خیابان مرکزی شهر دوشنبه رخ داد که بر اثر آن دو همراه 19 ساله او جان دادند و خود کبیر کبیروف با یک نفر مسافر دیگرش جراحت برداشته بودند. نزدیکان کبیر کبیروف در صحبت به رادیو آزادی گفتند وضع او خوب است. سلطان کبیروف عمک کبیر کبیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت جانش فعلا در بازداشتگاه است و از چیز شکایت ندارد. نسبت کبیر کبیروف 19 ساله با قسم 3 ماده 212 کادس جنایی تاجیکستان یا ویران کردن قاعده های حرکت در را که باعث مرگ دو نفر گردید پرونده جنایی باز شده بود و از روی این اتهام از او از 5 تا 10 سال زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، امردین آلیموف، آزادی دوشنبه. رو میرویم به موضوع دیگر. خبرنگار روس ایوان گالونوف با حکم دادگاه تا 2 ماه دیگر در حبس خانگی میماند. خبرنگار را روزی 6 ایون دستگیر کردند و او به فروشی مقدار زیادی مواد مخدر متهم می شود. برای این جنایت در روسیه از 10 تا به 20 سال زندان جزا مقرر شده است. گالونوف میگوید مقامات میخواهند به این وسیله از او برای گزارشهایش درباره فساد و رشوهخوری در بین رهبران بلندپایه نقاب بگیرند. موضوع را عبدالله اشروف ادامه میدهد. روزنامه‌نگار ایوان گالونوف با اشک در چشمانش در پسی پنجره تالار دادگاه ظهور نمود. او با قاچاق مواد مخدر متهم می شود، ولی بسیاری ها بر این نظرند که اتهام جلای سیاسی دارد. خبرنگار سامانه مستقل مدوزا 6 ایون به حبس گرفته شد. مفتشان می گویند از بارخلطه گالونوف مواد مخدر سینتتیکی میفندران و از مکان زیستش تجهیزات تولید این مواد را پیدا کردند. گالونوف، همکارانش و فعالان سیاسی تاکید می کنند که این عیب نامه ساخته خصاص گزارش های گالونوف درباره فساد در مقام های بلندی دولتی می باشد. وقتی من درباره فساد در بیزنس قبرستان ها گزارش می دادم، اون وقت هم تهدید ها می شدند، اما من اهمیت نمی دادم. ازدحام طرفداران گالونوف حکم رهایی از بازداشت را با کفکوبی پیشواز گرفت، ولی گالونوف تا 7 آوگوست یعنی آغاز مرافعه در حبس خانگی خواهد بود. وکیل گالونوف میگوید این تنها شروع کار است.
این آغاز مبارزه است. ما باید ثابت کنیم که ایوان گناه ندارد. همه چیز در پیش است. 8 ایون برای تشخیص طبی گالونوف را به شفاخانه انتقال دادند. وکیلش میگوید که در بازداشت گالونوف را لتوکوب کردند، ولی منصبداران این عیب نامه را قبول ندارند و طبیبان هم بعدی معاینه ابراز داشتند که این روزنامه‌نگار به معالجه نیاز ندارد. بازداشت گالونوف باعث سر و صدای زیاد شد. 7 ایون 10 نفر در نزد قرارگاه پلیس مسکو برای اعتراض انفرادی جمع شدند. این یگانه نوع اعتراض است که برای تشکیل آن اجازتنامه پیشکی ضرور نیست. من باور دارم که این قضیه ساخته کاری شده است. این قصاصگیری برای تحقیقات گالونوف است. من او را 12 سال باز می شناسم. او نشأ من نیست. الکهول هم استعمال نمی کند. در زادروزم او فقط پیوای بدون الکهول نوشید. او احتیاطکار بوده، از چارچوب قانون بیرون نمی شود. پلیس چند تن از اعتراضگران را بازداشت نمود. روزی سه شنبه سه روزنامه معروف روسیه در صحیفه اولشان شعار ما ایوان گالونوف هستیم را نشر کردند. در همین حال سامانه میدوزا کاردهنده گالونوف شهادت هایی از طرف پلیس مطرح شده را مورد شبهه قرار داده، اصرار میورزد که عکس ها را در جای دیگر گرفتند، نه مکان زیست گالونوف. بعد این اظهارات پلیس مسکو عکس ها را از سامانه اش خارج کرد. حالتی که ایوان با اون گرفتار شده است بی سابقه است. از یک طرف ما شاهد اغوا و حمله بربری بالای ایوان شدیم. از سوی دیگر شاهد دستگیری و همدلی روزنامه نگاران شدیم که هیچگاه مشاهده نکرده بودیم. которому не просто там не прилипает, а человек с абсолютно безупречной репутацией. С другой стороны, мы никогда не видели такой поддержки, такого единения журналистов, которые صرف نظر از بازداشت ها، روزنامه‌نگاران تصمیم گرفتند که 12 ایون به خاطر دستگیری از گالونوف راهپیمایی تشکیل کنند. برمیگردیم به تاجیکستان. نزدیکان لولا غلام و دیپلمات تاجیک تبار آمریکا تصمیم دارند برای ویدو با او به واشنگتن سفر کنند. در دوام 3 روز افراد خیرخواه برای 2 دختر نابالغ این دیپلمات تاجیک $70,000 جمع‌آوری کردند. با این همه پدر او ظریف غلام فوقشناس و عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان در صحبت با زرنگیز نوروشو و براد یوسفی گفت که بنابر نداشتن امکانیت نمیتواند که دخترش را برای آخرت گسیل کند. پدری لولا غلامова یک زن 45 ساله تاجیک که از سوی شوهرش در شهر واشنگتن آمریکا قتل شد، از فاجعه کشته شدن دخترش 2 روز بعد از حادثه خبر یافته است. شب دخترشم هدیه زنگ زد که دادا خودت به دست بگیر، هم خیلی فاجعه روی داده است. بعد گفتم چیکار کنم؟ من گفتم که صدمه نقلتی رو بگیر. لولا تا 24 سالگی زیر تربیه یک جایه پدر و مادر بوده است. بعدن والدین او از هم جدا شدند و لولا و خواهرانش زیر تربیت مادر بودند. اما زمان پدر و مادر لولا از هم جدا شدند و علاقه بزرگ و مستقل بود. دکتر چه من اصلا از سینف یکون در جریان زبان انگلیسی و مخترم بعد از ختم کردن قدر در یک تشکیلت من کار کرده بعد институт Бруклин графта дохлышта Каспи Сочи пайнахалки гирфтат дар банк жаҳони аввал кор мекард. Лола ба гуфтаи падар қабл аз дохил шудан ба донишгоҳи Бруклин 3 сол пай ҳам ба донишкадаи омӯзгории Душанбе ҳуҷҷат супорт, вале ноком шуд. Аз 14 солагӣ дар дастаи рақсии зебо ҳам мерақсид. Бо шавҳараш замони донишҷӯи шинос шудааст. Як вақт дар кор будам ки телефон кард ки падар ман шавҳар мекунам, шахси дӯст доштам ёфтам. من کارمند وزارت کره خارجی است، اختصاص از جغرافیا گیوگرافی درس میداد است و هرچند من نمیخواستم عرف و عادت و عنانا و اینکل کتن که پدر گفت خودت مرا مستقلانه حیات آموزاندی آزادانه رفتار کردن کردی، من همین جوان رو دوست داشتم اشهر بود و توی کردن در واشنگتن در مراسمی توی و سفیری پیشتره امریکا در تاجیکستان گرین اشتراک کرد و اومدن یک چند بار اومدن بسیار خرسندانه دگی میکردن
Лула бади издивоч бо шавхараш дар чанд кишвари дунё ба сифати намояндаи тиҷоратии Амрико кор кардааст. Як чанд сол дар шаҳри Бомбей ҳамчун намояндаи савдои чуди Иёлоти Муттаҳидаи Амрико кор кард. Аз онҷо Деҳли омад, аз Деҳли Мадрас рафт, аз онҷо Москва омад, аз Москва бугашта рафт асари нав Деҳли рафт. Аз Сингапур рафт, аз охирин бор Тайван рафт, аз Тайван баъд Америка рафтан дига хабар надорам ки куҷо бояд мерафт. Падари Лола ба ин фарзия ки гуё сабаби баҳси духтараш бо шавҳар тасмими 4 сол барои кор ба Аврупо рафтани ӯ бошад, чандон бовар надорад. Ба фикр ман ин хеле нест, чунки чандин соло аз ҳамдигар ҷудо кор мекардам. Масалан, вайни аташе дар Миср буд, духтари ман дар Бомбей буд. Вай дар кадом як кишвари дигар буд, духтари ман дар Сингапур буд. Бори охир Лола ҳамроҳи шавҳар ва фарзандон 4 сол қабл ба Тоҷикистон омадааст. Ҳарчанд бо падар робитаи телефонӣ зиёд надошт, аммо ҳамеша ба ӯ кӯмаки молӣ мекардааст. Масалан, 70 солагинда қайд мекард, маблағро якад ва якад. Бо як драмаро ба сана мегузоштанд, маблағ дар кор шуд, фришот. Ва ҳама вақт ба ман даст ёрӣ дарроз мекард. Ҳоло хоҳар ва модари марҳум тасмим доранд барои видо бо Лола Ғуломова ба Амрико сафар кунанд. Аммо ҳоло маълум нест ки сарнавишти ояндаи ду духтари ноболиғи 9 ва 12 солаи Лола чӣ мешавад ва онҳоро кӣ парастори хоҳад карду оё ба Тоҷикистон меоянд ё дар Амрико хоҳанд монд. Сокинони маҳаллаи дар шаҳри Кӯлоб аз кори қасобон ба истилоҳ бадод омадаанд. Онҳо мегӯянд солҳост, ки дар як муҳите ба сар мебаранд, ки онҳоро асоббонӣ мекунад ва ба саломатии фарзандонашон зиён мерасонад. Ба гуфтаи мардум, бо вуҷуди ҷаримаву манъи фаъолияти чанд қасобхона, қасобон ба кори худ идома медиҳанд ва партови хуни чорвои кушташонро ба маҳаллаи тамуштепа мерезанд. Маҳмудҷон Раҳматзода вазъро ба навор гирифт ва Рустамиҷонӣ гузоришро тақдим мекунад. چند سال است از بوی خون و باقی مانده های جسمی چاروای زب شده مردم محله تماشا تپه شهر کولاب رنج میبرند. آنها میگویند تلاش هایشان برای از بین بردن این عامل ناراحتی بی نتیجه بوده است. این همه بیتان که اگه من بیتان که تو میروا زیادش شهر میروا. با قول ساکنان باقی مانده چاروای ذبح شده را قصابان اینجا میپرتایند که در نزدیکی آن دکان گوشت فروشی دارند. اینم ساعت 10 اینم ساعت 4 5 تا به اونجا بیا برنامه خدا خفیده نمیتونم ها 6 تا نمیتره با منزل زیاودین دمینوف نزد این پرتاوگاه است. برای آن که اینجا چیزی نپرتایند شب نمیخوابد. با خدا قسم ساعت 10 شب مشه خفیدم نیو شب مشه خفیدم کو قسم میخره نمیارم میگه کو با اینا پارتیتا. مردم میگویند از بالای اعمال قصابان چند بار به مقامات شکایت کردند اما وضع تغییر نیافته است. ناظران دولتی تازگی شهر کولا به رادیو آزادی گفتند با ده ها قصاب دستور دادند که دیگر باقی مانده های چاروای ذبح شده را در این مکان نپرتایند. نسبت 10 نفر قصاب قصابخانه و نسبت کارمندان قصابخانه نو پروتکل قرنطینه معمولی ترتیب دادیم و نسبت 8 نفر دیگر قرار من اویدی من کردن فعالیت قصابخانه برای جوابگو نمودن به مطالبات قاعده معیار سنیتری فعالیتشون من کرده شد. در شهر کولاب یک سال پیش برای قصابان مکان ذبح چاروا تأسیس دادند، اما قصابان به این مرکز نمی روند، از اعمال قبلی دست نمی کشند، چون که برای ذبح چاروا در مرکز باید از 5 تا 20 سامانی بپردازند. و مغفرت همراه قول و وزخان معروفی توجیک روزی 22 میلیون در شهر دوشنبه برنامه کنسرتی برگزار میکند. در این باره اسمت الله خالزاده هنرمندی سابقه‌داری کشور در صفحه فیسبوک خود خبر داده است. بینندگان عزیز، با این مطلب برنامه امروز رو به پایان میبریم. تا نشر برنامه نوبتی میتوانید گزارش رو در کانال ما در یوتیوب به نام آزادی ویدیو تماشا کنید. اخبار روز در وبسایت رادیو آزادی در www.azadi.org دسترس است. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی صفحه مخصوص خود را دارد. فردا صبح بر وقت نوید بامدادی تقدیمتون میشود. تا ملاقات فردا، خدا نگهدار.